حمله لفظی اشمت غنی برادر اشرف غنی بالای حامد کرزی. وقوع انفجارها در کیف همزمان با ادامه مذاکرات بر سر آتش بس با روسیه. بدار آویخته شدن مسئول امر بالمعروف طالبان در هلمند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. حشمت غنی میگوید کرزی افغانستان را فروخته بود. حشمت غنی احمدزی برادر اشرف غنی رئیس جمهور سابق کشور گفته است که اشرف غنی عامل فروپاشی نیست، بلکه آمده کرزی و اطرافیانش افغانستان را فروخته بودند. وی گفت رئیس جمهور هنوز در افغانستان بود که کرزی به طالبان زنگ میزند و میگوید اشرف غنی از کابل فارغ شد. در این حال خبرگزاری پیک آفتاب گزارش میدهد خبر تازه، مسئول امر به معروف طالبان در هلمند بدار آویخته شد. منابع مردمی در ولایت هلمند به خبرگزاری پیک آفتاب میگویند که مولوی عبدالباقی سیار، مسئول امر به معروف طالبان در ولسوالی گرشکین ولایت، از سوی مردم به قتل رسیده است. به گفته منابع، این مسئول طالبان پس از آن توسط مردم به دار آویخته شده که قصد تجاوز به خانه یکی از باشندگان محل را داشته است. وقوع انفجارها در کیف همزمان با نشر گزارش‌ها از عملات موشکی روسیه بر کیف، پایتخت اوکراین ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور گفته است که مذاکرات با روسیه در روز دوشنبه بسیار خوب پیش رفته است و به زودی مذاکرات روی آتش بس آغاز خواهد شد. روزنامه گاردین سه شنبه 5 مارچ گزارش داده است در حالی که گفتگوها به هدف پایان دادن به جنگ در اوکراین جریان دارد، شماری از انفجارها صبح امروز در شهر کیف رخ داده است. بر بنیاد گزارش ها در حمله موشکی روسیه، شماری از منازل مسکونی در شهر کیف در آتش سوختند و یک تن کشته و سه تن دیگر زخمی شده است. در این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از نیروهای روسیه خواسته است تا تسلیم شوند. او در آخرین سخنرانی خود گفته است ما با شما همان طور رفتار خواهیم کرد که باید با یک انسان رفتار شود، با عزت طوری که در ارتش با شما رفتار نشده است و شبه برخورد ارتش شما با مردم ما نیست. زلنسکی افزوده است که مذاکرات بین روسیه و اوکراین روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت. به گفته او دور قبلی مذاکرات به گونه آنلاین برگزار شده بود بسیار خوب پیش رفته است. و در پایان رئیس جمهور اوکراین مژده پیروزی داد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به مردم این کشور مژده پیروزی در مقابل روسیه را داده است. رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه 15 مارچ در یک سخنرانی اعلام کرده است که نیروهای کشورش بر روسیه پیروز می شوند. آقای زلنسکی در این سخنرانی به سربازان روسی گفته است که با تسلیم شدن فرصت زنده ماندن را دارند. رئیس جمهور اوکراین بامداد امروز اعلام کرده از دشمن سردرگم است و انتظار مقاومت سختی را نداشت. زلنسکی افزوده است سربازان روسی این را میدانند، افسران آنها از این موضوع آگاه هستند، آنها از میدان جنگ فرار میکنند، آنها تجهیزات را رها میکنند. فاکس نیوز گزارش داده است که رئیس جمهور اوکراین سربازان روسی را خطاب قرار داده و از آنها خواسته است که تسلیم شوند. او از کسانی که در روسیه علیه دولت پوتین دست به اعتراض زدن نیز ستایش کرده است. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. بدرود.